به درسمون و اومدیم بحث CSV ها هم کردیم و اما یک تایپی ما داریم توی دنیا به نام جیسون، جیسون هم میگم ولی سونه، جاوا اسکریپت ایکس ام ال آبجکت نوتیشن یا جاوا اسکریپت آبجکت نوتیشن هم بهش میگن. یه تایپی هستش توی جاوا اسکریپت، اینا همه‌شون از دیتابیس میان و شما الان من کرالر رو باید بگم و شما یه 10 تا پیش زمین هم داشته باشه. میایید اینجا میرید تو گوگل یه چیزی سرچ میکنید به نام جیسون، جیسون فری مثلا، فری هم زیاد داریم. یکی از اون فری هایی که خیلی شناخته شده هست جیسون پلیس هولدره، روش که کلیک میکنید میایید اینجا یه سری لینک گذاشته، شما میتونید ازش استفاده بکنید. ایشون جیسونه. جیسون چیه؟ الان یه ذره کوچولو تو پانداز شبیه شدیدید. البته تو پانداز اگه دقت میکردید لیستی بود. اینا بهش میگن کلید یا ایندکس یا فیچر، اینا هم دیتای جلوش. اینا رو شما میتونید توی پایتون داشته باشید، مثلا از یه آدرسی بهتون بدن بگن آقا بگیر اینو برو دیتاشو آنالیز کن، برو دیتاشو بکش بیرون، بیا چه میدونم مثلا این کارا باشه انجام بده. کلن یه تایپه، یک تایپی هستش که بین همه زبانها ارتباط ایجاد میکنه. نمونه بارزش چیه؟ مثلا ما یه زبان برنامه‌نویسی داریم به نام سی پلاس پلاس، یا مثلا مثلا جاوا، یه زبانی داریم به نام جاوا میخواد با پی اچ پی رابطه بگیره. خب نمیتونه، همدیگر نمیشناسن این دوتا. یه زبان واسطی میاد وسط به نام جیسون، ایشون میاد با یه دستوری تمام دیتا هاش رو تبدیل میکنه به جیسون و اینجا شما میتونید با دستور مثلا جیسون انکود بیای چیکار کنی؟ این دستوراتی که اینجا هستش رو بگیری ازش استفاده کنی. پس کلا یه واسطه بین همه زبانهای برنامه‌نویسی، چه میدونم این ور پی اچ پی، این ور جاوا اسکریپت، این ور پی اچ پی، این ور ریاکت، این ور پایتون، این ور ریاکت، این ور پایتون، این ور دارت و فلاتر، یعنی همه‌شون با هم دیگه از طریق این جیسون رابطه میگیرن و ما قرار هستش که جیسون تولید کنیم. واقعیتش نمیخوام خیلی توش ریز بشم، اگه ریز بشم اصلا کلا نمیفهمید قضیه چیه، ولی قیافش این شکلیه. بریم ببینیم چجوری میشه درستش کرد. فرض کن اینجا من یه دیتا یه متغیر می‌نویسم به نام پرسن و میام و اینجا به این میگیم سینگل کوتیشن و در داخل سینگل کوتیشن باز اینجا هم دقت بکن من گذاشتمش، اگه این رو جمعش بکنیم میگه 100 تا آیتمه، نها کن تو یه دونه آرای لیسته، حالا بگیم لیست و در داخل لیست اگه دقت بکنیم بریس باز و بسته است. این مدل چی بود تو پایتون؟ آفرین، این مدل چی بود؟ لیست. دقیقاً چیزی هم که اینجا من آوردم گذاشتمش. مثلا اومدم اینجا یه دونه مثلا چیز درست کردم، یه دونه دیکشنری، بذار همون زبان چیز صحبت بکنیم بهتره، پایتون صحبت بکنیم بهتره. من میام اینجا یه براکت باز و بسته میذارم و البته فکر کنم گیر بده، یه بریس باز و بسته میذارم، مینویسم فول نیم و دو نقطه مثلا میذارم کریم کریمی. خب و اومدم تو کجا گذاشتمش؟ تو بریس باز و بسته. دقیقا شبیه به همین چیزی که اینجا دارید میبینیدش. ولی این کلید اینا رو من کلن تو چی باید بذارم؟ توی دابل کوتیشن. اگه هم دقت بکنید اینا تمام کلیداشون توی دابل کوتیشن. خاصیت جیسون، آخ ببخش من کلیداش رو دارم، کلا خاصیت جیسون به این صورت هستش که کلید و ولیو باید تو دابل کوتیشن باشه. خب الان میگم فول نیم، الان میام می‌نویسم اج و می‌نویسم مثلا 35 و ایمیل می‌نویسم t@t.com و یه کاما می‌ذارم، این جیسون من. میام اینجا یه کنترل وی دیگه می‌زنم، یه کنترل وی دیگه می‌زنم، حالا کلی هم چیز درست شد، ببین اسکرول درست شد، اینو یه رام میگیرم. خب طبق این دستوری که داریم، یا دستور داریم به نام جیسون لودز، ولی قبلش باید ایمپورت بکنیم. میاد اینجا
ایمپورت میکنیم به نام جیسون رو، و اول من این رو ران بگیرم. جیسون رو ران گرفتم، الان اوکی. و یه دونه می نویسم دیتا و می نویسم جیسون دات لودز و دیه لودز و مقدار پرسن رو میدم بهش و میگم برای من دیتا رو بیا و چاپ کن ببینم چی چاپ میکنیم. میزنم ببین اوورد اینجا به این صورت براتون داره نمایشش میده. الان جیسون رو لود کرد و تبدیل کردش به این چیزی که شما اینجا دارید میبینید. حالا یه چیزی من اونجا درست کردم، البته فکر کنم اینترم بزنم ایراد پیدا نکنه. چیزی که یادمه، حالا دقیق یادم نمیاد که این اتفاق میافتاد یا نه، نداره ایراد میگیره، داره به الان ببینم یه دقیقه من اینا رو نه آگیر میدم اون چیز بشست مویدش من دیگه. الان ببینم بازم گیر میده و اما بذار سر جاش باشه تا به اون گیر. بیاید به این صورت در واقع ما به جیسون تبدیلش کردیم و خروجیش رو دیدیم. تازه شما میتونید بیاید بگید که مثلا بیا ببین به من یه آرایه است دیگه، صفرومیش آرایه صفرومی میشه چی؟ این این از اینجا این رو بده دو. منظورم اینه، ای خدا بخواد آره همون بابا ولش و صفرومی بیا آقا کلید فول نیم رو به ما بده و میایم اینجا و ران رو میگیریم و به همه زیبایی که دارید میبینید میگی که پرسن شما اینجا بزنید، اینجا بزنیدش. این بچه حرف گوش کنی نیستش. برمیگردیم اینجا میزنیم و میاد میگه invalid syntax. مثلا کلن دیتا رو بزنید فول نیم ببینیم. کلن دیتا رو بزنید. جان؟ نه میخوام اول درستش بکنم. بعد میام میگم دیتا این ایندکس صفرومه. میگم صفرومیشو بهم بده ببینم میده یا نه و حالا برمیگردم میگم کلید چی رو بده؟ فول نیم. میام اینجا و ایشون رو میکشم بیرون اینجوری. حالا بعدا دستور دارم فور یادتون باشه کیو ولیو میذاشتیم و دیتا ها رو دونه دونه میذاشتید و میخوندیمش. خب فرض کنید دیتا از کجا اومده؟ از سمت دیتابیس. چی؟ نه دیگه دیکشنریه دیگه، دیکشنری اگه یاد باشه فقط روی کلید کار میکنه.